برای بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه کردید تصویر بود بسیار گویا از وحشیگری ماموران سرکوبگر خامنه ای که به سمت مردم بیدفاع با سلاح گرم داشتن شلیک میکردن و در واقع یکی دیگر از اسناد جنایات مزدوران وحشی خامنه ای بود که از مشکین دشت کرج. در رابطه با قیام اخیر، اون چی که در تبلیغات رژیم خیلی تلاش میکنن که مقامات یا مهره ها یا رسانه های رژیم هی بهش دامن بزنن اینه که هی میخوان بگن که این قیام یک قیامی بود که فقط یک واکنش اعتراضی بود و هیچ به اصطلاح پیشینه یا عقبه طولانی نداشته و فقط برخی از مردم بودن که به قول خامنه‌ای میگه برخی از اشرار بودن که توی اعتراضات مثلا مردم نسبت به بنزین اومدن وارد شدن و همچین اقداماتی رو انجام دادن. حالا در این قسمت از برنامه‌مون در گفتگویی که با دوستم مشتبه شادباش داریم می‌خوایم کمی از این زاویه هم به این قمه پردازیم که پیشینه و عقبش چی بوده. مشتبه، خیلی خوش اومدی به برنامه قیام ایران. خیلی ممنون. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز و با تعظیم در مقابل شهدای قهرمان و دلاور قیام ایران که به قول خواهر مریم زنده ترین هستن. واقعیت اینه در پاسخ به سوال شما باید بگم که مردم ایران خیلی خوب میدونن و آگاهن که اتفاقا اصل موضوع همین حاکمیت آخوندیه. یعنی چیزی که واقعا به مصداق صد راه تکامل و اون خواست اصلی مردم ایران که آزادی باشه. شما نگاه کنید تمام انقلابای ایران مبارزینشون از 120 سال قبل جریان مشروطه اینا چی میخواستن؟ همین آزادی رو. در اقصا نقاط ایران از تبریز گرفته تا شمال ایران میرزا کوچک خان تا مشهد تا خود تهران، حتی اهداف دولت ملی دکتر مصدق و تا قیام 57 و انقلاب ایران، خب اینا همش همین آزادی رو میخواستن مردم ایران. ولی رژیم دجال آخوندی به طور خاص خمینی با سرکوب از داخل و قلقم انقلابیون و همینطور صدور تروریسم و جنگ افروزیش در خارج، این به اصطلاح خواست اصلی مردم ایران رو طی این 40 سال متوقف کرده بود و نذاشته بود به تحقق. بله. شما میخواید بگید که پس شما این قیام رو در ادامه مبارزات 120 ساله مردم ایران برای آزادی میبینید؟ بله دقیقاً. شما نگاه کنید به طور مشخص تو هیچ مقطعی در تاریخ ایران نبوده که این صدا و فریاد آزادی خواهی مردم ایران بلند نبوده باشه، ولی در عوض رژیم آخوندی با سرکوب، خفقان، بند و بست میخواسته اینا رو ساکت کنه. ببینید الان مثلا یک قلم در دیدیم که احزابو تماما بسته بود به طوری که با شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، اصلا اجازه نمیداد کسی فعالیت کنه. تو اون مقطع میلیشیاهایی که دهه 60 یعنی میخوام بگم این آزادی خواهی همچنان یک عقبه ای داشته. خب اون موقع میلیشیاهایی که الان سالگردش رو گذروندیم یا قشر روشنفکر جامعه، همین دانشجوها که 16 آذرم نزدیکه، خب اینا به پا خواستن و 5 مهر ما دیدیم که با شعار شاه سلطان خمینی مرگت فرا رسیده، به طور واقعی خمینی رو از به اصطلاح ماه به چاه رسوندن و به اتم وجه هم قیمتش رو پرداختن. بله. پس شما میخواد بگید که این یک مبارزه است برای دست یافتن مردم ایران به آزادی، برخلاف اون تبلیغاتی که رژیم داره میکنه که میخواد بگه این یک اعتراضی بود، گذرا بود و نمیدونم یک توطئه دشمنان بود و هر چیزی بوده به غیر از اعتراض مردم. آیا شما با نمونه های دیگری در طی این 40 سال گذشته به نظر شما مواجه بودیم از این جور اعتراضات یا نه؟ بله اتفاقا من هر وقتی که این تصاویر قیام رو میبینم به طور خاص از محله های خودمون ستارخان و صادقی و اینا که بودیم، اولا درود میفرستم به جوانهایی که با این عزم جزم، رشادت و قهرمانی مزدوران رو به عقب میرونن. از طرف دیگه واقعا فکر میکنم به همین استمرار و خط ممتد قیام که وجود داشته، واقعیت اینه که محله های ستارخان و شهرارا و صادقی، محله های مجاهدخیز، چیزی که تا این اواخر هم عکس های برادر مسعود که به صورت کلیشه‌ای بود کاندید نسل انقلاب رو در دیوارا بود، هنوز مونده بود؟ بله هنوزم بودش. و همینطور خونه های تیمی که مجاهدین داشتن اونجا، مثلا من خودم شاهد بودم وقتی که مزدورا در همون سال 61 حمله کردن به خونه تیمی مجاهد شهید سعید منبری، طوری که نهایتاً تو همون منطقه است، تو همون منطقه ستارخان نزدیک همون پل ستارخان بود، از مقاومت و به اصطلاح جانفشانی اونا نتونستن تا بیارن. نهایتا اینا با آر پی جی رفتن از بالای پل ستارخان حمله کردن
و مردم اطراف میدیدن، خیلیاشون گریه میکردن، اون صحنه رو میدیدن، چون از مناسبات انسانی و روابط انسانی مجاهدین میدیدن و به اصطلاح باهاشون نزدیک بودن. من هم حقیقتش تو همون محله بودیم ستارخان، من خودم دبیرستان موسوم به بهشتی میرفتم، رشته ریاضی فیزیک درس میخوندیم. سال 69-70 سالهای خیلی ملتهبی بود به لحاظ اینکه خمینی مرده بود و تنور جنگ رژیم هم بسته شده بود، گل گرفته شده بود. از خواستای اجتماعی اون موقع مطرح میشد. بله، اون موقع بود که به موازات به اصطلاح تغییر فضای جامعه، مطالبات جوان هم هی بالاتر و خواست اصلیشون که همون آزادی بود رو میخواستن رژیم. طوری که مثلا من یادم هست که فضای جامعه همجور مستمر تغییر میکنه، از چیزهای خیلی به ظاهر ساده، مثلا یه حرفی میدی خیابونا آسفالت شده بود، در و دیوار مغازه ها رو رنگ میکردن. حتی مثلا ما اولین بار بود که مثلا سال 69-70 چرا مثلا میدیدیم میدونا فواره گذاشته بودن، رقص نور گذاشته بودن. اون موقعی هم بود که رفسنجانی خودش رو سردار سازندگی میخوند و به موازات همینم چون اعتراضات اجتماعی شکل میگرفت شرایط. بله، تو اون شرایط بود که خب جوان هم مطالبات خودشونو داشتن ولی رژیم نمیتونست که پاسخ بده. یعنی با کنار رفتن سایه جنگ و حضور منحوس به اصطلاح خمینی این مطالبات هم بالاتر میرن. اما واقعیت اینه که مثلا در سال همون 69-70 دیگه مثلا مدیر دبیرستان ما جرئت نمیکرد که همون به اصطلاح گیرایی که میداد قبلا به بچه‌ها همونا رو بخواد اذیت و آزار بکنه. مثلا من یادم اعتراض علی بتون بله، مثلا دبیرستان ما امتحان مکانیک داشتیم، بعد بلافاصله مدیر دبیرستان اومد همون موضوعات رو مثلا سر مویستر و این چیزا می‌خواست بچه‌ها، بعد اینا برگه‌ها رو پاره کردیم و خودش یک قیامی تو همون دبیرستان شکل گرفت که ظرف چند دقیقه به اون قوانین سختگیرانه اونا بود، قوانینی بود که تا چند سال قبل رژیم با دست باز انجام میداد ولی بعد از این داستان دیگه نمیتونست انجام بده و جوانا در مقابل این زورگویی‌ها میایستادن. ظرف چند دقیقه تمام شیشه های مدرسه رو شکوندن، پرچم رژیم آتیش زدن، عکس های خامنه ای خمینی همه رو آتیش زدن و حتی اومدن توی حیات مدرسه. اون موقع یادم هست یه ماشین شهربانی همیشه جلوی در مدرسه بود، یه مأمورش اومد و وسط به اصطلاح اومد وارد حیات شد، شروع کرد شلیک هوایی کردن بچه‌ها تو مدرسه، تو خود مدرسه، تو حیات شلیک هوایی کرد. بله، برای اینکه متفرق کنه چون اینا میترسیدن قیام گسترش پیدا کنه. بچه‌ها هجوم بردن، ماشینش رو چپ کردن، همونجا تو خیابون آتیش زدن و وارد کوچه خود اصلی خیابون اونجا شدن که بلافاصله ما دیدیم گارد ضد شورش آوردن. ما برای اولین بار بود که گارد ضد شورش می‌دیدیم. اینا با وحشیگری تمام بچه‌ها رو می‌گرفتن، سرشون رو به جدول می‌کوبیدن و می‌انداختن تو ماشین. یعنی سریع این موضوع رو خواستن سرتاش هم بیارن که این اعتراضی بود که گفتی در ابتدا فقط به اون قوانین سختگیرانه مدارس شروع شد. بله، بعد بلافاصله اون پنجشنبه روزی بود، بلافاصله اینا روز جمعه اومدن همه مدرسه رو دوباره درست کردن و رنگ زدن و شیشه رو انداختن. شنبه صبح وزیر آموزش پرورش همراه با محسن رضایی فرمانده سپاه اومدن تو مدرسه، اومدن گفتن که ما میدونیم موقع فرمانده سپاه بودیم موقع فرمانده سپاه. بله، اومدن گفتن ما میدونیم یه سری نفرات از خارج به اصطلاح مدرسه اومدن، مجاهدینی بودن با همین اسم که اینا اومدن و این اختشاش و کار اونا بودش و شماها نبودین و الان هم گرفتیم و همه چی تموم شده. نه. چون اینا میترسیدن حتی به این هنرستان کناری موسوم با هنر سرایت کنه و وارد خیابون ستارخان بشه. یعنی اون موقع هم میگفتن که همه از خارج اومدن دیگه، میگفتن یعنی چون الان که میبینیم تو این قیام هم همیشه این شکلی دیگه، هر جا قیام میشه رژیم میگه که سری افراد غیر بومی بودن، نفوذی بودن، از نم شرق و غرب عالم اومده بودن. بله. تو مدرسه شما بود از شرق و غرب عالم سری اومدن و بله، این قیام رو انداختن. بله، البته ما همینطور که گفتین فقط دبیرستان ما یا این به اصطلاح منطقه نبود، بلکه تو اون دهه اوایل همون سال 70 ما شاهد قیام های تو اسلامشهر، عراق، قزوین، مشهد، شهرهای دیگه بودیم، به طوری که مثلا تو قزوین بیش از 4000 نفر رو رژیم قتل عام کرد. یا مثلا اسلامشهر من خودم شاهد بودم که رژیم دوشکا گذاشت رو مینیبوس و با هلیکوپتر هم از بالا خیلی ها رو قتل عام کرد و بدتر از 17 شهری و طوری که خیلی از مجروحین رو آورده بودن جلو بیمارستان امام حسن صراف الله. من خودم شاهد این صحنه بودم که مجروحین رو اجازه نمیدادن، همین گارد ضد شورش جلو بیمارستان وایستاده بود، جلوی در بیمارستان میذاشتن شهید بشن مجروحین، اجازه نمیدادن بیان تو
بعد که اینا شهید میشدن جنازه‌شون رو میبردن تو، بعد به تعداد هر گلوله‌ای که خورده بود به بدن اینا 200,000 تومان از خانواده اینا یعنی مثلا میشمرد میگه 1, 2, 3, 4 تا گلوله خورده، 800,000 تومان از خانواده اینا میگرفت و بعد جنازه رو تحویل میداد و اونم بدون اینکه هیچ گونه مراسم. این قضاوت اصلا برای بشر امروز قابل باور نیست، میدونی که اصلا من فکر میکنم این چیزا که تو میگی مال دهه 60 و 70 بوده، همین این دفعه باز دوباره توی این قیام هم همین روایت رو شنیدیم که به خاطر اینکه جسد رو تحویل خانواده بدن اول میگن پول تیرشو بدن. این من خودم نمیفهمم یعنی چقدر اون نفری که میخواد این حرفی که با چه شرمی با چه پررویی و چقدر بی شرم و حیا هستش که میتونه چنین حرفی به اون خانواده بدن. همین الان امشب توی پارلمان اروپا هم که صحبت میکردن نمایندگان پارلمان اروپا، طرف میگفت اصلا چنین چیزی برای ما قابل باور نیست، یعنی کسی که فرزندشو کشته باشم بعد بیا تازه بهش بگه پول تیرش هم به ما بده. البته این یک اشتباهیه که رژیم آخوندی و پاسدارا تو این مقطع دارن میکنن، به دلیل اینکه الان دیگه خیلی فرق داره با اون سالها. استمرار قیام همچنان با الهام از مجاهدین و تشکیلات انقلابی و رهبری بی‌نظیرشون ادامه داره، ولی سرکوب رژیم آخوندی هرگز دیگه نمیتونه مثل اون موقع این کارا رو انجام بده. دلیل اصلی این موضوع هم چیه؟ دلیل اصلش اینه که تو اون مقطع موضوعی بود به اسم کویت. یعنی شما تو قیام ها اگر میشه وارد این قسمتش نشیم چون وقت گفتگو بسیار کم شده، اگه بتونیم به نتیجه گیری پایانیشو بکنیم. بله چون زمان گفتگو خیلی کوتاه. بله به همین نکته رو می‌خواستم بگم که به دلیل اینکه الان دیگه هیچ موضوعی رو میز جامعه جهانی غیر از ایران و تروریسمش نیستش، رژیم آخوندی دیگه هیچ حربه‌ای نداره ازش استفاده کنه و بخواد راحت سرکوب کنه. مثل اون دهه 70 یا دهه 80 موضوع عراق رو میز اومده بود. الان تنها چیزی که هستش رژیم در مخمصه قرار گرفته که نمیتونه به اون شکل سرکوب کنه، بلکه برعکس اتفاقا در پیوند با همین نیروهای انقلابی و کانونهای شورشی قطعاً که این قیام به پیروزی مهدوم خودش خواهد رسید. بله ان شاءالله هم که گفتی به این نتیجه هر چه زودتر دست پیدا کنن مردم ایران. باهاتم تشکر میکنم از حضورت که در این بخش با ما همراه بودی.